من چندم آید دکتر قالیباف که نظر بنده رو در مورد ایشون مصاحبه که با ایرنا کنم راجع به همین قصه که تو حج داشتم من مصاحبه انجام دادم گذاشتم بعد از دهه پخش کنن. قبل این اتفاقا بوده نظر من در مورد ایشون تو مصاحبه هست. این اولا حسنیت. من اونجایی که داشتین اسم حزب رو میگفتین حالا نخواستم تو هفتم تماسم میگم شما تفکرات خودتون بیشتر به کدومشون نزدیک؟ من بیشتر میتونم بگم بعضی موقع خیلی جالبه. از یه طرف مثلا من متهمم، میگن چرا از این لیست قبلی مجلس چیه به نوعی غیر مستقیم حمایت کردی، یعنی لیست که آقا لیستی رای بدید حمایت کردی، اینو جریان چی می جریان عدالت خوان منتقد، جریان نظیر بهایی جلیلی منتقده. خب هرچند خودشون هم تون آدم داشتن، یعنی بالاخره پایداری و چیز به هم یکی شدن دیگه. خب از اون طرف پس ما چی؟ ما در واقع حامی این مجلسیم. از اون طرف تا ما این مجلس رو نقد میکنیم طرفداری آقای قالیباف ناراحت میشن، این بالاخره ما حامیتون هستیم. نه آقای، از نظر بنده اینه که من یه مبانی برای خودم دارم، مبانی من برگرفته از ثقلین و امام این انقلاب. هر کدومش هم هر حرفی هر جا زدم بیر دفاع میکنم. از نظر من نگاه کن آقای قالیباف نه به اون بدیه که پایداری چیا میگن خب یعنی نه که بد باشه، بالاخره انتقاداتی خود منم به آقای قالیباف دارم، بیشتر به دوروبری های ایشون دارم. خب آقای قالیباف یه آدمیه که ببین بعد از احمدی نژاد تو تهران خلأ شهردار حس نشه باید آدم کننده باشی، آدم پرکاری باشی. آقای احمدی نژاد یکی از محاسنش بود، خیلی پرکار بود، این غیر قابل کتمانه. یه نفر بیاد بگه احمدی نژاد بد است، حالا که بد است همه چیش بد است، درست نیست. احمدی نژاد این نقاط منفی نقاط مثبتم، من آدم رو اصلا صفر و صدی نمیتونم ببینم، مدل مغزیم اینجوریه. خب بعد از احمدی نژاد پرکار شما بیا شهردار تهران باشی و خلأ شهردار پرکار حس نشه، این انصافا یعنی شما پرکاری. بله اما در اطرافیان ایشون مثلا فساد شکل گرفته، باید مثلا توجه بیشتریشون داشته. خود ایشون پاسخ میده در این حجم کار این میزان فساد چیه؟ طبیعی است. میگه آقا بیاد مثلا بگم بودجه رو بگم مثلا چه درس. ببین من با ایشون دو مرتبه نشستم صحبت کردم. خب اما هیچ کسی نمیتونه بگه رایفی بود مثلا طرفدار قالیباف. من طرفدار مذهبم و کشورم. من طرفدار مذهبم و کشورم.